آقا یدی، داماد مریم خانوم و همراهانش، بعد از اینکه کارشان را در اسکله انجام دادند، ما را به کمپ رساندند. شب بعد از خوردن کوکو سیب زمینی که داپخته بود و سبزی خوردنی که از سربندر خریده بود، چون اتاق من کوچک بود، محسن را به خانه دایی نادری فرستادیم و کیپ تا کیپ اتاق خوابیدیم. کمرم خیلی درد میکرد. از صبح فشار عصبی زیادی را تحمل کرده بودم. خیلی هم راه رفته بودم. با این حال با دل آرام به خواب رفتم. کله صبح آفتاب نزده هول از خواب بیدار شدم و بچه ها رو صدا زدم. لباس پوشیدیم و همین که آمدیم از در خارج شویم، دا با کتری آب جوش و فلاسک وارد شد. ما را که حاضر و آماده دید گفت: کجا؟ گفتیم میخواهیم برویم ببینیم ما را آبادان میفرستند یا نه. با حالتی که معلوم بود از رفتن ما ناراحت است و در این حال نمیخواهد به روی خودش بیاورد، گفت: حالا بنشینید صبحانه بخورید، اینطوری که خیلی بده. سر سفره در حالی که خیلی سریع به جریانات دیروز اشاره نمی کردیم، از اعدام شدن من گفتیم و خندیدیم. موقع بیرون آمدن هم گفت: تو که میخوای بری، چرا لیلا رو دنبال خودت راه میاندازی؟ گفتم من کاری به لیلا ندارم، خودش میخواد بیاد، من که نمیتونم مجبورش کنم نیاید. توی راه به لیلا گفتم: بیا تو برگرد، دا گناه داره، دست تنهاست، از عهده پسر رو بر نمیاد، الانم به خاطر بابا دلش خونه و همدم احتیاج داره، هر آنم ممکنه یه نفر از راه برسه و خبر شهادت علی رو بهش بده. اگه تو کنارش باشی بهتر میتونی اوضاع رو کنترل کنی و مواظبش باشی. لیلا گفت: خب تو که اینو میگی چرا خودت نمیمونی؟ میخوای منو بذاری خودت بری؟ خیلی زرنگی. گفتم: خب من بیشتر از تو میتونم کار انجام بدم، من امدادگری بلدم. گفت: خب همونطور که تو یاد گرفتی منم یاد میگیرم. گفتم: باشه، هر جور خودت میدونی، ولی اگه پیش دا میموندی بهتر بود. رفتیم سوار مینیبوس هایی که به ماه شهر میرفتن بشویم. انقدر شلوغ بود که منصرف شدیم و پیاده راه افتادیم. بین راه وانتی ما را تا ماه شهر رساند و از آنجا وانتی که کارگرها را به اسکله میبرد ما را سوار کرد. حدود 10 صبح بود که به اسکله رسیدیم. دیگر آفتاب همه جا پهن شده بود و گرما خودش را نشان می داد. همینطور که دنبال تکاورها می گشتیم، یک تویوتای شکلاتی رنگ به طرف ما آمد و کنار ما توقف کرد. به طرف ماشین برگشتیم. دو تا پاسدار تویش نشسته بودند. یک دفعه جهان‌آرا را شناختم. گل از گلم شکفت. حس کردم بابا را می بینم. از پشت رول پایین آمد. سلام کردیم، جواب داد و نگاهش را در محوطه اسکله که پر از کارگر و نظامی بود چرخاند و با تحکم پرسید: شما اینجا چه کار میکنی؟ من که از مکالمه تلفنیم با او یک لحن بیریا و آرام در ذهنم باقی مانده بود، خیلی تعجب کردم. دیدم دخترها هم به هم نگاه میکنند و ماندن چه جوابی بدهند. بالاخره من گفتم: میخواییم برویم آبادان، اومدیم اینجا دنبال امریه. گفت: آبادان میخواهید بروید چه کار؟ گفتیم: ما امدادگریم، میخواهیم برویم بیمارستان در خدمت مجروحین باشیم. گفت: اونجا فعلا به اندازه کافی نیرو هست. بچه ها گفتند: آخه ما میخواهیم کار کنیم، دوست داریم بریم آبادان، اینجا پوسیدیم، ما نمیتونیم بیکار بمونیم. هر کس چیزی میگفت. یک دفعه پاسدار دیگر که توی ماشین نشسته بود و تا آن لحظه ساکت به نقطه خیره شده بود و ناراحت به نظر میرسید، رو به ما کرد و نگاه تندی به ما انداخت. جهان‌آرا ادامه داد: اینجا نمونید، اینجا محیط خوبی برای شما نیست، اگر لازم شد ما خودمون امریه صادر میکنیم و ازتون میخوایم بیایید آبادان. بعد ساکت شد. ما به هم نگاه کردیم که چه کار کنیم. او منتظر بود ما برویم، ما هم منتظر بودیم او راهی شود. بعد از کمی مکس و به هم نگاه کردن به این نتیجه رسیدم که جهان‌آرا تا ما را از اسکله بیرون نفرستد ولکن معامله نیست و نمی رود. یواش به دخترها گفتم: بچه ها بریم. آنها با تعجب نگاه هم کردن که چطور با آن هم اصرار راضی به برگشتن شده کوتاه آمدن. دوباره گفتم: خب بریم دیگه، مگه نشنیدید؟ گفتن: برید. همینطور که دور می شدیم بچه ها گفتن: پس چی شد؟ چطور راضی شدی برگردی؟ گفتم: اینطور که اینها ایستاده بودن تا ما رو راهی نمی کردن دست بردار نبودن. گفتند: اگر الان تکاورها بیان و ببینن ما نیستیم از کجا هم بیاوریم؟ گفتم: بابا جان،
ما که نمیخواهیم برویم، همینطور یواش یواش راه میریم، اینا که رفتن برمیگردیم. 10 دقیقه در حاشیه جاده راه رفتیم. هر بار که برمیگشتیم میدیدیم آنها هنوز ایستادن تا مطمئن شوند ما واقعا میرویم. از این طرف ما حواسمان به ماشینهایی بود که سمت اسکله میرفتن. میخواستیم در صورت دیدن تکاورها به آنها بگوییم در اسکله منتظر ما بمانند. بعد از مدتی تویوتای جهان‌آرا و عبدالرضا موسوی از کنارمان رد شد و جلوتر ایستاد. جهان‌آرا سرش را از پنجره بیرون آورد و پرسید: میخواهید بایستم براتون ماشین بگیرم؟ گفتم: نه نه، ما سر جاده اصلی که برسیم ماشین سوار میشیم. پرسید: حالا کجا میخواهید برید؟ گفتم: کمپ بی. تا آنها دور نشدند ما در همان جهت حرکت کردیم. وقتی مطمئن شدیم که رفتند و دیگر ما را از توی آینه نمیبینند، عقب گرد کردیم و در حالی که میخندیدیم به طرف اسکله دویدیم. برگشتیم اسکله. توی آن شلوغی که مرتب ماشین ها نیرو می آوردند، 1 ساعت گوشه ای ایستادیم و به جنب و جوش و هیاهوی نیروها نگاه کردیم. می ترسیدیم کاری بکنیم یا حرفی بزنیم بیرون ما کنند. بالاخره تکاورها با 1 ماشین پیکان سفید رنگ سر رسیدند. با ذوق به طرفشان دویدیم، اما با شنیدن اینکه نتوانستند برای ما امریه بگیرند حالمان گرفته شد. گفتم قرار است دوباره اقدام کنند، چون از 8-9 نفر گروه فقط به 5 نفرشان امریه داده بودند. صباح ساختمانی که از آنجا افراد صاحب امریه را برای پرواز با هلیکوپترها هماهنگ می‌کردند نشان داد و گفت: اصلا خودمون وارد عمل میشیم. تکاورها گفتند: نه شما کاری نکنید، ما مأموریت داریم به نیروی دریایی خرمشهر برویم و اسناد و مدارک را از آنجا خارج کنیم. ما اسم شما را هم به لیست خودمان اضافه کرده ایم، چون اگر بگویید امدادگر هستید از شما حکم می‌خواهند. شما اینجا نمانید، بروید و بعد از ظهر برگردید. تا آن موقع ما حتما امریه می‌گیریم. صباح می‌گفت: بر نگردیم، بمانیم، حتما یک آشنا پیدا می‌کنیم کارمان را راه بیاندازد. با هم کلکل کردیم و بالاخره برگشتیم کمپ. نهار عدسی داشتیم، خوردیم و خوابیدیم. در عصر تندی آفتاب که رفت دوباره خودمان را به اسکله رساندیم. 5 نفر از تکاورهای گروه آقایدی با پرواز ظهر رفته بودند و خود آقایدی با 1 نفر دیگر هنوز به دنبال گرفتن امریه بقیه گروه بودند. همینطور که ایستاده بودیم متوجه شدیم تکاورهایی هم که روز قبل در اتاق جنگ با ما درگیر شده بودند وارد اسکله شدند. با دیدن ما این 2 تکاوری را که قرار بود ما همراهشان برویم کناری کشیدند و آنها را به حرف گرفتند. صدای حرف زدنشان را نمی شنیدیم. از حالت چهره های این 2 نفر و نگاه های متعجبشان فهمیدم که تکاورهای تازه وارد دارن زیراب ما را می زنند. به بچه ها گفتم: اینا دارن چغلی ما را می کنند. زهره با نگرانی گفت: نکنه حرف های اونا را قبول کنند و ما را نبرند. گفتم: این چه حرفیه؟ مگه آقایدی و دوستانش اولین باره که ما را می بینند؟ اینا از قبل ما را می شناسند. چند دقیقه بعد آن 2 تکاور برگشتند. ما با اینکه کنجکاو بودیم بفهمیم آنها چه حرفی درباره ما زدند ساکت ماندیم. آنها خودشان سر حرف را باز کردند و گفتند: شما اینا رو میشناختید؟ گفتیم: نه قبلا نمیشناختیم، ولی از دیروز تا حالا شناختیم. پرسیدند: چجوری باهاشون آشنا شدید؟ برایشان توضیح دادیم. این 2 نفر به هم دیگر نگاه کردند، خندیدند و گفتند: میدونید درباره شما به ما چی گفتند؟ گفتیم: نه. گفتند: به ما گفتن شما چرا با اینا میچرخید؟ میدونید اینا کیان؟ اینا منافقن، تحت نظر و تحت تعقیبن. پرسیدیم: خب شما چی بهشون گفتید؟ خندیدند و گفتن: ما که بچه نیستیم که این حرفا رو قبول کنیم. ما هم بین خودمان خندیدیم و گفتیم: دلشون خوشه، اونقدر منتظر بمونم تا چشمشون در بیاد. آقا یدی که اومد با خوشحالی گفت: با دست پر آمده، امریه گرفته، منتها باید با هاورکرافت به آبادان برویم، چون نباید هاورکرافت دیده شود. شب حرکت میکنیم. از خوشحالی نمیدانستیم چه کار کنیم. به آبادان برمیگشتیم، آن هم به عنوان یک نظامی. آقا یدی گفت: هاورکرافت فقط نظامی ها را میبرد. انتظار خسته کننده بود، گفته بودند 8 شب حرکت است. برای وقت کشی با بچه ها کنار آب قدم زدیم. اسکله از سمت که وارد آن می شدیم به خشکی راه داشت و سه طرف دیگرش آب بود.
دست راستمان خورشید در حال غروب بود و یک دایره بزرگ قرمز به رنگ آتش آسمان را به رنگ خودش درآورده بود. انعکاس این رنگ در سطح آب منظره خیلی قشنگی به وجود آورده بود. در خرمشهر سطح آب شط نسبت به خیابان ساحلیش خیلی پایین تر بود، در حالی که اینجا سطح آب و اسکله یکی بود و امواج آب را به خشکی می آوردند. چیزی نگذشت که آب دوباره بالا آمد. از آن که دادند با بچه ها به داخل ساختمانی در اسکله رفتیم، وضو گرفتیم و روی پتویی که در راه رو پهن بود نماز خواندیم و دوباره به محبت برگشتیم. همچنان نیروهای نظامی وارد اسکله می شدند. اکثرشان سرباز بودند. بینشان سپاهی هم به چشم می خورد. حدود 200-300 نفر می شدند. اکثر دستهایی که وارد می شدند جبه های مهمات با خودشان می آوردند و کنار اسکله می گذاشتن. می دانستم توی بعضی از جبه ها فشنگ یا کلت و توی جبه های فلزی قبضه های خمپاره انداز است. درباره جبه های چوبی بزرگی که به اندازه تابوت بودن از تکاورها سوال کردن. گفتن توی اینها راکت است. هرچند ساعتی که وعده کرده بودند می گذشت، دلهوره عجیبی که توی وجودم بود قوت بیشتری می گرفت. حضور ما 5 تا دختر در یک منطقه نظامی خیلی به چشم می آمد. هر کس ما را می دید با تعجب نگاه ما می کرد. ما هم طوری رفتار می کردیم که کسی جرأت نکند به ما چیزی بگوید. اما دلهوره هم بیشتر از چیز دیگری بود. به خودم می گفتم اصلا از کجا معلوم هدایت کنندگان هاورکرافت جزو ستون 5 نباشند و ما را به دل عراقی ها نبرند. چندین بار خیانت یک عده وطن فروش را که باعث اسارت هموطن هایشان شده بودند شنیده بودند. حضور در شرایط جنگی و سرکار داشتن با آدم هایی که نمی شناختیم حسابی ما را محتاط کرده بود. دلم می خواست لیلا با من نبود و پیش دامی ماند. اگر قرار بود اتفاقی بیفتد فقط برای من پیش می آمد. اینطوری دا کمتر اذیت می شد و لیلا هم زندگیش را می کرد، اما او زیر بار نمی رفت. عشق فردا تو بیا نوشان نور پشت پنجره ها، نور پشت پنجره.